سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا، همونطور که اطلاع دارید بنده اپل واچ اولترا خریدم. اومدم یکم با هم در مورد صحبت کنیم، یه ریویو خیلی کوچیک ازش داشته باشیم در حد 5-6 دقیقه که من چرا اینو خریدم و این داستانها، که بعدش اگه دوست داشته باشین میتونیم یه ویدیوی طولانی تر در مورد کارکردش با هم دیگه ضبط کنیم. خب اول از همه بریم ببینیم تو جعبش چی داره. خب چیزی که واضحه، من اپل واچ رو در آوردم از تو جعبش، یه بند دیگه براش خریدم و روش اینستال کردم. ببینیم دیگه تو جعبش چجوری باز میشه این داستان ها. جعبه رو که باز کردیم، از این بغل میشه باز شه، این تو دو تا پک میاد. خب الان بهتون توضیح میدم. یه پک تو خودش اپل واچ وجود داره، خود ساعت وجود داره، خود صفحه ساعت وجود داره، پک بعدی هم بندش وجود داره، درست؟ حالا نکته‌ای که هست اینو بدونید که اینو هم ببندم، برای خرید هر محصول اپل میتونید این پشت سه تا کد داره، IMEI داره، مثلا افتاد ببخشید، IMEI داره و یه سریال نمبر. میتونیم بریم تو سایت کاورج اپل، حالا لینکشو براتون یه جایی اینجا میذارم، میتونین چک کنین که دستگاهتون اکتیویت شده یا نه. این خیلی قدم مهمی تو خرید محصولات اپله. یعنی چی؟ یعنی این دستگاه قبل از این که به من بفروشه شده، بفروشه شده که نه دیگه، به من فروخته بشه، قبل از این که به من فروخته بشه روشن شده، اکتیو شده یا نه. پس این کدو تو اون سایتی که میگم، این سریال نمبر هر محصول اپل اینجا بزنید، تو اونجا بزنید، اگه اسکرین شاتش هم براتون میذارم، میگه که آقا پلیز اکتیویت یور دیوایس. اگه اینو زد یعنی دستگاهتون آک بنده و مشکلی نداره، اگه اینو نزد دستگاه دست دوم یا اکتیو شده است. خب بریم ادامه داستان. این جعبه رو که باز میکنیم بدین ترتیب، اینجا اپل واچ خدا بیامرز داشت، این کاوره، این توه، درست؟ اینجا یه باکس داره که برخلاف بقیه محصولات اپلی که میخرید توش استیکر و این داستان ها داره، استیکر نداره. یه کابل داره، کابل شارژ اپل واچ که فقط واسه اپل واچ اولتراست که بریدد کابلش، مثل کابل مکبوک پرو، مکبوک جدید است که بریدده و کابلش عمرش خیلی بیشتر از کابل پلاستیکی. این خیلی گزینه خوبیه. یه ور USB تایپ C و یه ورم که اینجوری اپل واچو میذارید روش. خب دیگه تو این جعبه چیز خاص دیگه ای نداره، فقط همین دوتا وجود داره. میبندیم میذاریم کنار. اینجا تو جعبه بند شما وقتی بازش میکنید قاعدتاً علال قاعده یه بند دارید، که من این بند نارنجیش، این بنده $100 قیمتشه، در کمال ناباوری $100 قیمتشه، حدودا 5 میلیون قیمت یه تیکه برزنت هست، که البته این تنها بنده، این آلپاین لوپه، اسم این بند آلپاین لوپه، که سه تا تیکه تیتانیوم هم روش داره، یک دووری که به اپل واچ وصل میشه و این هوکی که باش بندتونو سر جاش میبندیم. این بند نارنجیه. اینو میخواستم بهتون بگم که این پشت دستگاه نوشته که چه بندی داره و چه سایزی. حالا عکسش براتون بازم میذارم، ما چون نمیتونیم از بالا فیلم برداری کنیم با دوربین دوم، این مشکلات وجود داره، ببخشید، ولی عکسش هم براتون میذارم که این سایز بند اپل واچتون نکته مهمیه، که اگه دست من تو دست مردا دست خیلی کلوفتی نیست، 17.5 فکر کنم دوره دست من، ولی سایز بند لارجش واسه من خوب بود که سبزشو نداشت، مجبور شدیم نارنجیشو بخریم. اینم بند، یه سری چیزایی که آدم هیچ وقت نمیخونه، کارت وارانتی و گارانتی و این داستان ها، و برخلاف بقیه محصولات اپل که من تا حالا دیدم، یه دفترچه راهنما با خودش داره، در کمال تعجب، که شما میتونید ببینید که مثلا اپل واچتون چه دوگمه هایی داره و چه داستان هایی داره از این داستان ها. خب اینجا ما جعبه رو باز کردیم و دیدیم خودش چه خبر و چی هست، همه رو میذاریم کنار چون نمیخوایم ویدیو خیلی طولانی شه، بریم سراغ خود اپل واچ. چرا اپل واچ اولترا؟ اولین دلیلش به نظر من، هر کی اپل واچ اولترا میخره غیر از این نیست، از نظر من البته بعدی که آدم بگه 100% اینطوریه،
با استایلش حال میکنه. واقعا تنها مهمترین دلیل اینه که آقا من با استایل این ساعت حال میکنم. چرا؟ چون که بدنش تیتانیومه. میتونه البته اپل واچ قبلی هم تیتانیوم سفارش بدین، ولی این تنها رنگ بندی اپل واچ اولترا همین رنگی که شما میبینید که تیتانیومه. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که واقعا، چرا میگم واقعا؟ چون بقیه محصولات اپل خیلی انقدر واقعاش محکم نیست. واقعا شیشه روش از سافایر یا همون کریستال خیلی سخت خط میفته. یه ویدیو هم توی اینستاگرام بود که یارو با چکش میزد روی اپل واچ و اون سطح زیری که اپل واچ روش بود میشکست تا اینکه خود این بشکنه. کلن واسه این کار ساخته شده، خیلی مقاومت زیادی داره، از قیافش هم معلومه دیگه، درست؟ سنسوری که پشتشه سنسور همون اپل واچ 8، سی پی یوش یه نسل از اون جدید. چیزی که جدیده اینه که یه دکمه نارنجی این بغل داره، ایشالله که بتونیم ببینیم یا عکسشو براتون میذاریم. بازم اکشن باتنه، شما هزار تا هر شورتکاتی که میتونین میتونین روش بذارین، هر شورتکاتی دلتون بخواد میتونین بذارین، مثلا چیز بشه اکتیویتی رو استارت کنه، ترک کنه، هر کاری بخواید میتونین با این دگمه اکشن ترک انجام بدین. مقدار زیادی بزرگه نسبت به اپل واچ ها. ولی نکته جالبی که من خودم اولین اپل واچیه که دارم، یه نکته جالبی که هست، من رفته بودم این ساعت رو بخرم، اپل واچ رو، همین ساعتی که بیشتر وقت دستم بود، و وقتی که اپل واچ رو انداختم رو دستم گفتم خدایا این چقدر سبکه نسبت به ساعت‌های هوشمند، ساعت سنگینیه، ولی نسبت به ساعت‌های اوردینری که مرد دستشون میکنن کاملا ساعت سبکیه. عمر باتریش نسبت به بقیه اپل واچ‌ها خیلی بیشتره، یعنی حدودا 36 ساعتی که یه لو پاور مود داره میتونه تا 60 ساعت عمر باتری بهتون بده. نکته خیلی خوبی که داره اینه که شما، حالا تو ایران نه، ایشالله که بتونیم تو ایران هم به زودی اینو تجربه کنیم، شما ای سیم میتونین به صورت دیفالت، همه اپل واچ ها قابلیت ای سیم دارن، یعنی شما اگه اپراتورتون ساپورت کنه این قابلیت رو که نمیکنه تو ایران همونجوری که گفتم، میتونید گوشیتون رو بذارین خونه و با ساعتتون برین بیرون. خب این خیلی جذابه دیگه، آدم یکی از گوشیش فاصله بگیره، هیچ وقت اتفاق بدی نمیفته. یه نکته دیگه ای هم که خیلی اینو جذاب میکنه اینه که جی پی اس دوال بند داره. یعنی چی؟ یعنی این جی پی اس که روی این ساعت کار شده میتونه با دقت خیلی زیادی موقعیت یابی جهانی به شما بده. منظور من چیه؟ منظور من اینه که واقعا دیگه گم نمیشید. میگم این چیزا خیلی چیزای دور از ذهنه که مثلا یه نفر بره توی کوهستان گم شه و این داستانها، ولی با این میتونین هر جایی که رفتین رو ترک کنین و برگردین به مبدأتون. خیلی جذابه واقعا. میگم چیزهایی داره که تو حرف اتفاقای خیلی جذابی رقم زد، مثلا کراش دیتکشن داره، همون چیزی که آیفون 14 داره و این داستانها. ولی میگم بازم مهمترین دلیل این که به نظر من هر کی اپل واچ میخره اینه که دوستش داره. واقعیتش یه سری خوبیای دیگه ای هم داره که شما مثلا وقتی این رو بازوتونه، روی بازوتون که نه، رو مچ دستتونه، دیگه نیازی نیست گوشیتون رو آنلاک کنین، هر دفعه مکبوکتون رو آنلاک کنین، همه اینا چون که این رو دستتونه و بایومتریک دست شما رو میشناسه، همه اینا ناخودآگاه آنلاک میشن. حالا نکته جالبیش اینه که آپشن های این، گفتم همونجوری که بهتون گفتم، من اینو خاموش کنم، همونجوری که بهتون گفتم این اکشن باتن میتونین کارهای زیادی باهاش انجام بدید. یکی از کارها که مثلا میتونین بهش اساین کنین این که یه چراغ قوه رو دستتون باشه. حالا ما اینقدر اینجا نور داریم که اینو خیلی نورش نشون نمیده، ولی یه چراغ قوه بسیار پرنور میشه توی شب. یا مثلا اگه من اینو نگه دارم، میتونید یه آژیر داره، خود مثلا اگه خدای نکرد اتفاق واسهتون افتاد، یه سیستم آژیر تور داره که از 600 متر اونورتر میتونید آژیر بزنه. من میذارم که صداشو بشنوید، هی این آژیر تکرار میشه و بلندتر میشه. حالا دیگه زیاد نمیذارم چون که گوشاتون اذیت نشه. خلاصه واچ فیس های خیلی جذابتری از اپل واچ های معمولی داره و واقعا میگم ساعت خیلی جذابیه و باید دوستش داشته باشی تا از نظر منطقی بتونی بخریش، وگرنه مثل بقیه اپل واچ همون کارایی داره، فقط عمر باتریش خیلی بیشتره
و اینکه بسیار بسیار سخت جونتر از اون هاست. همین، ایشالله که بتونیم به زودی یه ویدیو راجب کارکرد و ستینگ و همه این برنامه هایی که میشه روش اینستال کرد راجب استفاده کرد براتون بگیریم. این چون من تازه دیروز خریدمش، گفتم این ویدیو سرعتی براتون بگیریم که شما هم در جریان باشین. دوستتون داریم تا ویدیوی بعد. بای.